روی سخنم با دو آتیشه های امام حسینه، سینه زنا، لطم زنا، پا به رهنه های امام حسین، اونایی که تیپشون متفاوته، اون صورت های کبود شده ای که تو محرم میبینی. به درد خیلی های دیگه نمیخوره این مطلب، این حرف مخصوص این قشره، اینایی که شاید کمی بیشتر از دیگران ادعای سینه چاکی امام حسین رو داشته باشن. یه سوال دارم از این تیپ عزادار، ببینن جوابشون چیه و این صحنه رو تو ذهنشون بازسازی کنن. اگه خدایی نکرده یه خبر ناگوار بهت بدن از این قرار که یه جایی خیلی ناجوان مردانه چند نفر باعث کشته شدن برادرت شدن، اونم به طرز خیلی فجیع، چی کار میکنی؟ اگه چنین چیزی پیش اومد و فقط عزاداری و گریه میکنی، اب نداره، برای امام حسینم فقط گریه و عزاداری کن. ولی اگه چنین اتفاقی پیش اومد و در حین گریه و عزا شارگات برم میکنه و به فکر دادخواهی هستی، بدون اگه سید الشهدا عزیزت باشه، باید یه همچین حسی رو برا ابا عبدالله داشته باشی. باید دادخواه حسین علیه السلام باشی و الا اینجوری برداشت میشه که انگار تعصبی نسبت به این خون ریخته شده نبوده. خداییش چی کار کردیم برا دادخواهی سید الشهدا؟ مرد و مردونه واقع نگر اگر باشیم، تو عزای سید الشهدا ما فقط دنبال سفره دنیوی و اخروی امام حسینیم، کاری به چیزی دیگه نداری. انا و علی ابوا هذه الامه، پسر پدرتو کشتن، چه کار کردی برا خونش؟ چه کار کردی برا اون بدنی که روبروی چشم خواهر، روبروی چشم دختر پاره پاره شده؟ هنوزم هستند افرادی که افتخار میکنند که نیاکانشون چنین جنایتی رو کردند. و اگه دنبال این موضوع باشی و خوب بهش فکر کنی، به این نتیجه میرسی که انتقام سید الشهدا راهی نداره مگر با ظهور فرزندش مهدی، و شما یه فرصت خوب در پیش داری. محرم ارباب داره میاد، بدون اقامه عزا و گریه بر سید الشهدا، بدون طلب منتقم، بدون ظهور خواهی، بدون دعای برا فرج، هیچ جایگاهی نداره. با دلیل برات میگم، زیارت عاشورا رو که قبول داری نگاش کن، دو جای این زیارت داری از خدا میخوای روزیت کنه، خونخواه سید الشهدا باشی در رکاب امام زمانت. ایر زغنی طلب سارک مع امام منصور، و رسیدن به ظهور، رسیدن به منتقم راهی نداره مگر گریه بر سید الشهدا و بعدش هم دعای اساسی بر فرج، همون چیزی که خود امام زمانمون دستور داده. ببین چی کار باید کنی؟ محرم و سفرت، گریه و اشکت، سینه زدنت، لطم زدنت، پیاده روی و زیارت اربعینت، خدماتت، همه باید خرج ظهور امام زمانت بشه که برا شیعه در حال حاضر موضوعی از این مهمتر وجود نداره. از این کشتی عظیم نجات استفاده باید کرد برای ظهور منتقمش، برای ظهور منجی عالم، برای نجات از این بدبختی هایی که توش دست و پا میزنیم. بالای منبرت، سردر مجلست بزرگ بنویس اقامه عزای سید الشهدا به نیت تعجیل در ظهور فرزندش مهدی، که حساب کار دست همه بیاد. و مواظب باش منبری و مداح کم ارادت به امام زمان نیار که خیانت کردی به خون سید الشهدا، به امام زمانت و به اون مستمعی که میاد تو اون جلسه وقت میذاره. مداح میاد پایین، منبری میاد پایین، یادش رفته دعا کنه برا فرج، حق امام زمانش رو ادا نکرده، چیزی از امام زمانش نگفته، طیب الله نداره. باید بهش بگی چرا کاری برای امام زمانت نکردی تو منبرت؟ مگه بدبختی های جامعه رو نمیبینی؟
یعنی هنوز با این بدبختی ها و این شرایط وقتش نرسیده که ما به خدا التماس کنیم و ابن الحسن بگیم و منجیمون رو طلب کنیم؟ حتما تذکر بدیم. دیگه منتظر چی هستیم؟ میخواییم به کجا برسیم که دست به دعا برا فرج برداریم؟ میخوای از بردن دو تا دونه نون خالی هم به خونت عاجز بشی؟ خب میشه اگر همینجور بریم تا چند وقت دیگه میشه. اگه از این محرم و سفر برا رسیدن به ظهور استفاده نکنیم، خاطر جمع محرم و سفر مثل باد میگذره و ما خواهیم بود و اقیانوسی از بلا.